سلام، من فریبا مصریانی هستم و سلام و با اجازه میخوام شروع کنم و introductionary of astrology، the Kabbalah of astrology. یه ذره بلند میخواستم امروز شروع میکنیم کابالا اف استرولوژی، اینتروداکشنری که کابالا استرولوژی چی هستش و چرا ما باید کابالا استرولوژی رو یاد بگیریم. ما میدونیم که کابالا استرولوژی کمک میکنه که مردم رو خوب بشناسیم، خواهر، پدر، مادر، همه اعضای فامیل رو خوب بتونیم ببینیم که چه جور آدمایی هستن. مثلا خود من از اسکورپیو همیشه تو زندگی خیلی خیلی بالا و پایین بودم و از موقعی که این استرولوژی رو استادی کردم به هم خیلی کمک کرد که تکنیک زندگی رو یاد بگیرم که با مردم چجوری باید رفتار کنم. و تنها چیزی که یاد گرفتم اینه که ما باید خودمون رو عوض کنیم تو زندگی و هیچ وقت نباید سعی کنیم کسی دیگر رو عوض کنیم. و طبق اکسپریانسی که من داشتم برای این استرولوژی واقعا به من کمک کرد که خودم رو عوض کنم و کمکم که وقتی که خودمون رو عوض میکنیم، وقتی که ریاکشنامو من عوض کردم متوجه شدم او مای گاد من اطرافیانم چرا عوض شدم. و این عوض شدن ریاکشن خودمون، وقتی خودمون رفتارمون رو عوض میکنیم باعث میشه که دیگران هم عوض بشه، رفتارشون عوض میشه. و ولی اگرم که خودتو عوض کردی باز دیگران عوض نشدن، we have to be patient about this. Eventually وقتی که trust بکنن و بدونن واقعا ما اونجوری که هستیم عوض خواهند شد، یعنی در آینده. کابالا استرولوژی ما باید مثلا من از اسکورپیو هیچ وقت نمیدونستم که تالنت هم تو زندگی چی هستش. وقتی که ساینم استادی کردم فهمیدم که تو چه جاهایی من نقطه ضعف دارم و تو چه جاهایی من قدرت دارم. مثلا من هیچ وقت نمیدونستم what این تو زندگی نمیدونستم که روحم چیه، بادیم چیه، بادی برای چی هستش، چه نوع روحی دارم، چرا بادی دارم. و این کابالا استرولوژی به من کمک کرد که هم خودم رو بهتر بشناسم، هم روحم، هم بدنم، هم بدونم که what I'm capable of doing. به خاطر این مثلا من همیشه از اسکورپیو I felt like I'm in a dark room و نمیدونستم مثلا چرا من باید توی اتاق تاریک باشم. و همه اینا به خاطر این لایت های مختلفی هستش که ما باید تو زندگیمون کرییت بکنیم. و الان میتونم بگم که I have control over my soul. And when I'm control، وقتی که کنترل روی روحم دارم میتونم خودم رو کنترل کنم. تمام اینا به خاطر اینکه I know what is my planet is and I know که planet من مثلا مارس هستش و به من دستور میده که چیکار بکن چیکار نکن. الان من پلنت مارس رو من دارم کنترل میکنم و صبح که از خواب بیدار میشم به پلنت هم میگم ببین من you are not in control. I am in control of my own life and my own reactions. ما تو استرولوژی معمولا چهار تا المنت دادیم که این المنت ها هستش فایر، air, water and earth. که earth رو من حالا بهش باید اضافه کنم ولی جزء انرژی های درونی نیستش. earth اصلا به اینا ارتباطی نداره. حالا مثلا ما برای استرولوژی چرا باید یاد بگیریم که این پلنت ها چیکار میتونن بکنن برای ما؟ به خاطر اینه که مثلا اگه شما امروز
بیرون هوا بارونیه چیکار باید بکنید؟ باید بریم بیرون، مثلا میخوایی بریم بیرون باید رین جاکت بپوشید، اگه نپوشین خیس میشید. تکنیک های استرولوژی هم به ما یاد میده که ما قبل از اینکه بریم بیرون مثلا آماده باشیم با آدم ها که میخواییم ریاکشن مردم رو یاد بگیریم. مثلا ما باید بدونیم که به فرض لیو چجور خصوصیتی داره. مثلا شما ممکنه شوهرتون، بردرتون، بچه هاتون ماه لیو باشن یا ماه مرکوری باشن یا ماه مثلا ساجیتریس باشن که ماهای ابری اسمشون هم مثلا لیبرا که تیشری هستش. ما باید بدونیم که این آدم ها خصوصیاتشون چی هستش. وقتی که من خصوصیات مثلا به عنوان مثال شوهر من اگه لیبرا باشه خصوصیاتش رو یاد بگیرم، ریاکشنش رو بدونم چیه، I know how to talk to him، I know how to deal with him. پس استرولوژی به ما یه تکنیک یاد میده که ما بتونیم زندگیم رو کنترل کنیم. و مثلا بچه ها، دوستا، نمیدونم همسایه هاتون، حتی رئیستون تو کار، کوورکراتون، معلماتون، همه رو ما میتونیم بهتر بشناسیم. و استرولوژی معمولا به ما یاد میده، کبال استرولوژی، که چجوری تا پترن مردم ما بتونیم تشخیص بدیم. مثلا من به عنوان مثال یکی از دوستام اینجا نشسته و میدونم که مثلا ساینش لیو هستش، من میدونم که با لیو الان چجوری باید صحبت کنم. میدونم که they are wanna be a king، من دوست ندارن که لیوها مثلا دشون بگیم که شما اشتباه میکنید. اگه بخوام اشتباه لیو رو بگیرم خیلی با دقت باش صحبت میکنم. مثلا من یه برای این کبالا استرولوژی در مورد ماه ایریز، I love and I that's my favorite sign که دربارش خیلی استادی کردم، چون چند تا ایریز تو فامیلم دارم و مثلا ساین من هیچ وقت نمیتونست با ایریز get along بکنه. Scorpio. I could never understand them. الان که من ساین اینا رو استادی کردم میگم چقدر اینا آدم های خوبی هستن. مثلا اسمن میگن خب آدم های دیفیکالتی هستن، ولی ماه ایریز انرژی بیرونیش جزء ماه های مثبت حساب میشه و انرژی بیرونیش آتش هستش. من میدونم که الان مثلا با من مثال این خانم ایریز هستش، میخوام مثلا یه کاری که کرده اشتباهش رو بگیرم. خب قبلا اگه بودم خانم اشتباه کردی، من هیچ وقت با ایریز اینجوری صحبت نمی کنم. به ایریز میگم که یه اول که ایریز رو نگاه میکنم مثل یه آتیش شعله برد ایریز رو میبینم. خیلی خیلی باید باهوش باشم که این آتیش رو کنار بزنم، دور آتیش برم به شرطی که به آتیش برخورد نکنم و پشت اون آتیش یک آب روانی هستش که هر چی که من از این آدم بخوام برام انجام. و این تکنیک ها خوب ببینید چقدر آدم کمک میکنه. و یه مسئله دیگه هستش که در مورد این همه اینفورمیشن ها یه نویسنده‌ای که این کتاب رو نوشته به اسم رابای شیمون بریوخای هستش که در مورد که این 2000 سال پیش سیکرت استرولوژی رو از طریق پاراشای بمیدبار به همه مردم نشون داد و نوشت. و تو این پاراشا نوشته شده که یه سیکرت هایی نوشته شده در مورد مردم جویشی که در اون زمانی که تو صحرا بودن و سرگردان بودن. نوشته که اینا حدود 12 تا قبیله بودن، 12 تا ترایب بودن که بچه های حضرت یعقوب بودن. و این ترایب ها زندگی ها و رفتارهای خیلی به خصوص خودشون رو داشتن. و اینا تو صحرا که حرکت میکردن یه میشخان داشتن که یه سفر تورا رو هم میکرد در وسط و چهار طرف اون میشخان چهار تا گروه مختلف بودن که با چهار تا پرچم مختلف توی صحرا و حرکات های مختلف داشتن، موومنت های مختلف داشتن. و این ربای شیمین بریخای اومده و اینا رو
به صورت یه سیکرت کد توی این توی این کتابش نوشته که ارتباط داده که این 12 تا ترایب و 12 تا پلنت استرولوژی. و این این جریان مال مثلا 2000 سال پیشه که ایشون اومد و قشنگ خصوصیات این پلنت ها رو، این 12 تا قبیله رو، کدش رو با 12 تا ترایب تونست توضیح بده که چرا این 12 ترایب هستن و خصوصیات این 12 ترایب چی هستش. این ترایب ها به اسم قبیله هایی که بودن، قبیله لایک افرایم بودن که نماینده ماه لیبرا هستش، تیشری. منشه بودن که خیلی قبیله جنگجویی بودن که نماینده سکورپیو بودن، یا خشوان. مثلا ماه کپریکورن رو بهشون میگفتن دن. اینا رو یعنی به صورت سیکرت کد به این پلنت ها ارتباط میده. وقت این روابط بین این مثلا همین آقای، همین کسی که این اسم این پلنت ها و این سیکرت کد ها رو نوشته، یک ربایی بوده به اسم ربای شبتاب دامینو. شبتاب دامینو که اینم حدود 2000 سال پیش در مورد این پلنت، مثلا در مورد پلنت سان، خورشید میدونسته که خورشید حجمش چقدره، وزنش چقدره، انرژی خورشید چی هستش، مجرمنتش، نوری که ایجاد میکنه چی هستش. در مورد پلنت مرکوری میدونسته که چی هستش، وزنش چقدره، و مثلا این پلنت مرکوری کجا لوکیت شده، آب و هواش چجوریه. و تمام این اینفورمیشن اینا رو از کتابی به اسم کتاب زهر، همه اینا رو از اون و پارشای بمیدوار توضیح میدن که کاراکترهایی که این پلنت ها داره و در مورد انرژی فورسایی که این پلنت ها داره صحبت میکنه. و ما میدونیم که 4 تا المنت هستش که تمام کرییشن و تمام دنیا رو تشکیل میده، که به اینا هستش، اسم اینا هستش یود، ای، واف، ای. که این 4 تا المنت اسم خدا هستش و نشون میده که روابط بین این 4 تا اسم خدا و این 10 تا سفیروتی که اینجا هستش. و بیست آن اون ما میدونیم که مثلا کتر و حکما برای اسم یود هستن، و ما و برای بینا میدونیم که نماینده ه هستش، و واف نماینده این پلنت گبورا، خسرت، تفیرت، هود و نسخ هستش، و هی آخر هم نشان دهنده ملکوت هستش. حالا این اومده همین ربای شبتاب دامینو اومده و یه مثال آورده. مثالی که آورده اینه که اگزمپلی که آورده در مورد یه هسته هستش که مثلا نشون میده وقتی که ما مثلا پلانت میکنیم، گاردنینگ میکنیم، یا یه چیزی رو توی زمین میکاریم، اون هسته رو که ما خاک رو بر میداریم و اون هسته رو میذاریم توی خاک، به اون پروسس میگن، اون پروسس اونجا رو بهش میگن که مرحله کتر ان حکم. وقتی که یعنی این دوتا مراحلی هستن که ما اون هسته رو زیر خاک میذاریم، و وقتی که این هسته پوشونده شد خاک روش و شروع میکنه که پروسسی که بالا بیاد و بهش میگن بینا، و پروسس بعدی که این هسته آماده میشه که میاد یک کمی بالا، این 4 تا 5 تا سفیروت، 6 تا سفیروت هستن اینا، این 6 تا نشون میده که این هسته داره از زیر خاک در میاد، قشنگ آماده بالا اومدنه. و ملخوت هست وقتی که ما اون میوه اون درخت رو میبینیم.
و این در مورد این چهار تا سیزنی که ما میخوایم صحبت کنیم امروز، این یود نشون دهنده ماه بهار یا سپرینگ هستش، هی نشون دهنده ماه سامر یا تابستون، واف نشون دهنده ماه فال هستش رپرزنت میکنه و هی وینتر و زمستون رو واسه ما رپرزنت میکنه. مثلا ما پروسس این کتر حکما بینا و گرورا خس تفیره خود نیست چجوری توی زندگی ما عمل میکنه. مثلا به عنوان مثال من تصمیم میگیرم، فکر میکنم که میخوام برم مثلا کجا، میخوام برم نیویورک. همین فکرش که توی مغز من میاد، این یعنی چی؟ یعنی یود، یعنی سپرینگ. و این سه تا ماه بهار که تارس هستش و جمنای هستش و ایریز، سه تا ماه بهار هستن. ببینین کسایی که تو ماه سپرینگ، تو ماه بهار به دنیا میان، مثل تورس، جمنای و ایریز، اینا همشون آدمایی هستن که خیلی خوب فکر میکنن. They are thinkers. خیلی آدمای خیلی سمارت و باهوش هستن. They are thinkers. و آیدیاهای خیلی خوبی دارن. خیلی باهوش هستن. خیلی اوپن هستن. خیلی اوپن مایندد هستن. و خیلی پایونیر هستن برای همه چی. یعنی سپرینگ بهار نشون دهنده این هستش که مردم پایونیر هستن. یعنی آدمایی که تو این سه تا ماه دنیا میان، They are extremely thinkers. نگاتیواشم میگم چاش. بعد این کسایی که توی سمت راست هستن، یعنی water sign هستن. مثل water sign. What does it means by water sign? And what does it means? اول میخوام در مورد فصل ها صحبت میکنم. بعدا در مورد انرژی این فصل ها ما صحبت میکنیم. سامر رپرزنت میکنه ماه شیر یا لیو، ورگو و کانسر، که اینا هی اول رپرزنت میکنه سامر رو، واو رپرزنت میکنه فال، سکورپیو ساجیتریوس و لیبرا، و وینترز یعنی هی آخر رپرزنت میکنه زمستون، اکواریوس، پایسیس و کپریکورن. یعنی ما چهار تا این 12 تا ساین رپرزنت میکنن خودشون رو با یود، هی، واف، هی، سپرینگ، سامر، فال و وینتر. بعد اینا این ساین ها انرژی های داخلی دارن و فورس های اینترنال انرژی دارن و اکسترنال انرژی. ماه بهار که رپرزنت میکنه یود، رپرزنت میکنه یودو، گفتیم بهتون که آدم های خیلی باهوش و تینکری هستن. سامر میاد کانسر، لیو، ویرگو، که اینا خیلی اکشوالیتی آف پوتنشال رو دارن. یعنی دیس سیزنز خیلی وقتی که مثلا من گفتم بهتون من فکر میکنم میخوام برم نیویورک، همین که فکر تو سر من میاد یعنی چیه؟ یعنی ماه چیز هست، سپرینگ هستش. اون فکر یه ماه طول میکشه که پروسس بشه، که مثلا من میگم خب میخوام برم نیویورک، حالا صحبتشو میکنم، وقتی که واقعا تصمیمامو گرفتم و به یه مراحلی که رسید میشه چی؟ میشه سامر، یعنی تابستون بهش میگم. بعد این تابستون که مثلا فکرم رو دیگه انجام دادم، خب من میخوام برم مسافرت و اینا، و وقتی که رفتم تیکت خریدم برای نیویورک، اون مراحل رو تیکت خریدن یعنی موومنت، یعنی توی فصل پاییز موومنت ایجاد میشه. یعنی کسایی که توی ماه سکورپیو، ساجیتریوس و لیبرا دنیا میان، اینا آدمایی هستن که خیلی اکتیون و موومنت دارن،
که موومنت رو ایجاد میکنن. اگه دقت کرده باشین مدرسه ها توی دانشگاه ها تمام بیزنس ها همه تو ماه سپرینگ شروع میشه، ماه فا و و این موومنت ها اگه دقت کرده باشین تمام آیدیا هایی که هستش توی ماه فال شکل میگیره، شکل میگیره. مثلا توی سامر ما فکرشو میکنیم ولی توی ماه فال انجامش میدیم. تمام دانشگاه تو ماه پاییز شروع میشه و پاییزه که جابا همه شروع میشه، مدرسه ها شروع میشه، موومنت ها شروع میشه. و توی ماه توی این وقتی که به این 4 تا سفیر 6 تا سفیر رو میرسیم، وقتیه که میوه ها در میاد، یعنی زمان زهر امپرم بهش میگن. خب حالا در مورد این سفیروت میخوام، در مورد این پلنت ها میخوام صحبت کنم. ما برای ماه بهار external energy داریم، برای این پلنت ها internal energy داریم. What does it means by external energy؟ با عنوان مثال من از اسکورپیو، what do you think is my external energies؟ منو با چی، مثلا شما ماه آبان ماه اسکورپیو رو با چی represent میکنیم؟ با water، با fire، air، با چه elementی؟ Fire. No, external energy is water. External energy is water. ببینید ما اگه شما میخواییم مثلا از شما ساینتون رو یاد بگیریم که آب هستیم، آتش هستیم، ارت هستیم، اینجا یه تکنیکی ما داریم که میتونین اون رو انجام بدیم. تموم ماهایی که مثبت هستن water sign هستن و سمت سفیروت اینجا قرار دارن. ماهای پازیتیف ما بهشون میگیم که مثلا Aries Cancer and Libra, they are water sign. و این چیز تکنیکی رو که ما اینجا من میخوام بهتون بگم که شما یادتون باشه، مثلا ماه بهار همیشه توی بهار اولی ماه بهار چی هستش؟ Aries. Aries میشه این ماه Aries همیشه چی هستش؟ represent اول ماه بهار water هستش، water sign. اولین ماه بهار water sign، اولین ماه summer water sign، اولین ماه fall water sign، اولین ماه winter water sign. water sign یعنی چی؟ یعنی انرژی داخلیشون water هستش. water sign انرژی انرژی مثلا الان Aries از is a fire sign، انرژی اکسترنالش فایره، ما بهش میگیم فایرسان، ولی انرژی درونیش چیه؟ آب. اولین ماه سامر که میشه چی؟ کانسر. انرژی درونیش چی هستش؟ آب هستش. انرژی بیرونیش چیه؟ آب هست. آب هستش، انرژی درونیش هم آب هستش. تنها ساینی که دوتا انرژی اکسترنال و اینترنال انرژی آب هستش، ماه کانسر هستش. بعد میرسیم به ماه فال. اولین ماه فال پاییز چی هستش؟ لیبرا. انرژی اکسترنال لیبرا چی هستش؟ Water. Air هستش. انرژی اینترنال لیبرا چی هستش؟ Is water. پس انرژی های داخلی اول هر ماه انرژی داخلشون همه آب هستش و انرژی خارج اکسترنال انرژیشون فرق میکنه. انرژی های درونی سه نوعه، فایر، ایر و وادر. هیچ وقت ارت نمیشه انرژی درونی. چرا؟ چون که انرژی درونی ما همیشه در حال حرکته، یا به صورت آتش یا به صورت هوا یا به صورت آب، همیشه انرژی درونی ما در حال مومنته. و حالا ما میرسیم به این ماه
مثلا ما این تن یعنی جوری که شما میخواید یاد بگیرین همیشه یادتون بمونه، مثلا به عنوان مثال شما کپریکورن هست، میخواید بدونی انرژی اکسترنال انرژیتون چیه و اینترنال انرژی کپریکورن چی هستش. گفتیم چی؟ وادر ساینا مال اول کپریکورن، اول ماه زمستون هستش. پس در نتیجه این انرژی کپریکورن درونیش هست آب، چون اول ماه چیه؟ زمستون، اول فصل زمستون، اول فصل زمستون هسته انرژی. پس این میشه چی؟ وادر. خب حالا در مورد اکسترنالش چیه؟ اکسترنال کدومشون؟ کپریکورن. اکسترنال اینا به چه صورتی هستش؟ ببینید اکسترنال کپریکورن هستش ارت، وقتی که انرژی بیرونی نمیاد. مثلا من از اسکورپیو ام وادرز. چرا؟ چون انرژی بیرونیه که به حساب میاد. یعنی مثلا از اسکورپیو من انرژی درونیم آتشه، انرژی بیرونیم آب، و من جزء این سمت نگتیو سفیروت هستم. ببینید و انرژی هایی که وسط این سفیروت هستن همه انرژی های بالانس هستن، انرژی هایی که این سمت هستن انرژی های نگتیو هستن، و انرژی هایی که طرف راست هستن انرژی های پازیتیو هستن. مثلا ماه عبارتی ماهای اول سال ماهای اول هر سیزنی واتر ساین هست، ماهای دوم سیزن ارساین هست، ماهای سوم فایر ساین هست. اینا انرژی درونیشون. بله انرژی درونی. بله مثلا تارس انرژی درونیش چیه؟ نه آکواریس دومین ماه زمستون. نه اینا به چه صورت هستن این سفیروت؟ ببینین من اینا رو اینجوری نوشتم: جمنای، ورگو، ساجیتریس and پایسیس. اینا بالانس هستن، همیشه وسط هستن، وسط اینجا ببینید وسط سفیروت هستن، یعنی همیشه انرژی های اینا بالانسه، نه نگتیوه و نه پازیتیو، بالانس هستن. تارس، لیو، سکورپیو و اکواریس جزو انرژی هایی که سمت چپ سفیروت هستن، و ایریس، کانسر، لیبرا، کپریکورن طرف راست هستن که انرژی های پازیتیو هستن. خب پس ما گفتیم که ما سه نوع اینترنال انرژی داریم که ایرو، فایر و وادر هستن، اینا همه اینترنال انرژی هستن، و زمین که ارت هستش هیچ وقت اینا ما نمیتونیم بگیم که انرژی چیز هستش، انرژی درونی، به خاطر اینکه خاک حرکت نمیکنه. چه چیزی هستش که داخل ما همیشه حرکت داره؟ ببینید ماه اول تیشری که لیبرا هستش، که نماینده که روششانا ما از ماه لیبرا شروع میشه، اون وقتی که نور وارد این سفیروت میشه، و این نوره به سه شکل میاد که یه شکلش پازیتیوه، یه شکلش بالانسه، و یه شکلش نگتیو هستش. خب حالا یه تریکی هستش که ما یاد میگیریم که این انرژی ها که از لیبرا شروع میشه، ماه رپرزنت میکنه لیبرا که ماه چیز ماه پاییز هستش، ماه حرکت، فصل پاییز هستش که ماه حرکت هستش. این یا پس من الان دارم به شما مثلا الان کسی که ماهش کانسر هستش، ماه کانسر همین ماه تیر ماه دنیا اومده که جزو سامره، پس انرژی درونیش آب هستش.
لیبرا انرژی درونیش چی هستش؟ آب هستش. انرژی بیرونی لیبرا چی هستش؟ اکسترنالش؟ ایر هستش. چرا؟ چون که گفتیم چرا انرژی بیرونیش ایر هستش؟ اصلا معنی ایر و وادر چی هست؟ ایر و وادر یه چهار تا الیمنت هستن که انرژی های ما رو نشون میدن. مثلا از فکر کنین از این ماه سکورپیو که جزء نگاتیو ساین هستش، انرژیش از وادر ساین و انرژی درونیش فایر، انرژی بیرونیش چیه؟ نه آب هستش. من جور دیگه که بخوام اینا رو براتون توضیح بدم و چیز باشه، ببینین یود همیشه رپرزنت میکنه سپرینگ، هی همیشه هی اول رپرزنت میکنه سامر رو، هی دو واف ان واف رپرزنت میکنه فال رو، ان هی آخر رپرزنت میکنه زمستون. ماهای زمستون از اکواریس که انرژیشون اکواریس انرژی داخلیشون هست چیه؟ آتش. آتش هستش. پایسس که ماه زمستون هستش، انرژی داخلش چی هستش؟ ایر هستش. چرا؟ چون که وسط این انرژی ها، این ماهایی که تو این وسط هستن، همیشه باید یاد بگیریم که همیشه اینا ایر ساین هستن. این ماهایی که سمت چپ هستن فایر ساین هستن و ماهایی که سمت راست سفیروت، درست مثل این تنظیمشون مثل تنظیم سفیروت هستش، اینا ما وادر ساین هستن. ببخشید ولی به این ترتیب که نوشتید، بله، یعنی هر فصلی ماه اول دوم سوم، بله چهار تا فصله، بله. چهار تا فصله که هر فصل سه تا ماه داره. پس به عبارتی هر فصلی ماه اولش انرژی درونیش آبه، بله. ماه دوم هر فصل انرژی درونیش آتش، ایره، فایره، و بعد ماه سوم هر فصل انرژی درونیش بعد حالا ما یاد میگیریم که چیزی که خیلی مثلا از هفته های دیگه من خیلی خوب میتونم ماه‌ها رو برای شما اکسپلین کنم، خصوصیت هر ماه. مثلا از ایریز اگه شروع کنیم بیاییم به پایین، ما باید همه ماه‌ها رو یاد بگیریم. مثلا اگه شما بخواییم بیاییم سر کلاس رو بگیم که خب حالا این هفته ایریز هستش، من ایریز رو برم، یا هفته دیگه نه جمنای هستش، من جمنای برم. به نظر من وقتی که استرولوژی رو شروع کردم، کبالا استرولوژی شروع کردم، همه ماها رو یاد گرفتم. یعنی فقط باید نستدم سکورپیو یاد بگیرم یا لیبرا رو یاد بگیرم. من تو خونه خودم پسرم و دخترم دوتاشون جمنای هستم. ماه اینا در ماه خرداد دنیا آمدن که دوتاشون هم رو کسب هستن، یعنی بین خرداد و تیر دنیا آمدن که میشه جمنای کنسر. و ما رایزینگ ساین هم داریم که ساعتی که ما دنیا اومدیم is very important. Like مثلا بین ساعت‌ها شروع میشه از ایریز، ساعت 6 تا 8 صبح is ایریز، از 8 تا 10 صبح is جمنای، از 10 تا 12 هست کانسر. همینجوری به ترتیب این ساین‌ها عوض میشن. مثلا من یکی از بچه‌هام جمنای هستش، 30% 35% 35% کانسر هستش، چون رو کسب دنیا اومده، و 30% تورس هستش. واسه همین من باید خصوصیات مثلا این سه تا تورس رو باید بدونم چیه. مثلا من وقتی میخوام با پسرم که 17 سالش هستش جمنای هستش، I love جمنای، خیلی بچه های باهوش، سمارت، از حالا که 17 سالشه بهش یاد میدم، میگم جاستین جون تو بایستی که تو عمق همه چی بگی، چون جمنایا انقدر اینا باهوشن و انقدر با معلومات هستن. یه کتابش رو میگیره میخونه، میگه مامی I know it all، tomorrow I go past the test I do the
I do very good. وقتی که برمیگرده فردا میگه خب امتحانت خوب شد. میگه no mommy, I didn't finish the book. I thought I know the book, but I didn't finish it. I knew the book, but I didn't finish the book. I didn't do that much good. بهش میگم خب you have to finish it. جمنای مثلا به عنوان مثال صورت جمنای is twins. دو نفر، یه نفره. ولی داخل جمنای هزار نفره. چرا؟ به خاطر این ایر. ایر یعنی موو میکنه. ساین جمنای همیشه در حال حرکته. ایر از داخل این اینساید انرژی، اینترنال انرژی جمنای چی هستش؟ ایر. اکسترنال انرژی جمنای چی هستش؟ بازم ایر هستش. به خاطر همین اینا لاجیک هستن، تینکر هستن. آدمایی نیستن که با ایموشنشون کار بکنن. باید توی زندگیشون ایموشن بیارن. کورکشن جمنای چیه؟ اینه که عشق بیاره تو زندگیش. فقط روی فکر کردن و روی لاجیک و سمارت بودن نمیتونن کاری انجام بدن. واسه همین من خودم تو زندگیم توی همین کبال استرولوژی به من یاد داد که چجوری اموشنم رو کنترل. چون اگه دقت کرده باشین سکورپیو is inside the Scorpio is fire, outside is water. پس من water sign به حساب میام ولی inside the planet هم آتیشه. یعنی همینجور که ببینین آتیش و آب یه کانفلیکت خیلی سختی دارم. با ماهایی که سعی میکنم خیلی مواظب باشم، خیلی مراقب باشم، زیاد نزدیکشون باشون درگیری پیدا نکنم. مثلا هر وقت یه پرابلمی دارم، به عنوان مثال دو ماه پیش من یه اکسیدنت داشتم. من از پارکینگ دندقب اومدم بیرون، یه خانمی اومد پرید، نمیدونم از کجا پرید، خورد به من. محکم من از دندقب که اومدم خوردم به این خانم. هر چقدر که ما کبال و استرولوژی یعنی تکنیکای این پلنت ها رو یاد میگیریم، عمل کردنش مهمه. من ممکنه 4 سال بیام سر 5 سال کلاس آقای قیام بشینم، هر هفته بیام، ولی خب اگه عمل نکنم I have not improved in my life. من اون خانمی که اومد بیرون رو گفتم که what are you doing؟ عصبانی شدم، شدم سکورپیه واقعی. گفتم where did you come from؟ گفتش که یعنی از یه جا دیگه واقعا پریده بود. چون یه خانمی بایستم دیگه جای من اصلا ندیدم این از کجا بود. گفتم نه تو چرا این کاری کردی؟ حالا دو تا سیکیوریتی هم تو پارکینگ بایستدی بودن میدن کی کیو میکشت. خلاصه خانمه اومد و گفت تقصیر توی من. گفتم تقصیر تو. اون گفت تقصیر توی من. به هیچی که نمیرسه و فهمیدم oh my god یه دفعه کلیک کرد. گفتم I'm a Scorpio. I have to be in control of my emotions. گفتم what is your astrology sign؟ از زنی می نکنم اگر این کیه دیگه. بعد از گفت I'm a Virgo. خصوصیت ماه Virgo is here. They are extremely, extremely smart. Extremely judgmental. And they are also تمام مثلا خیلی خیلی perfectionist، خیلی detail oriented هستن. مثلا من دکتر بخوام برم اول پرسم این ویرگو هستش یا نه. به خاطر اینکه they are the best surgeons، they are the best doctors، they are the best lawyers. They go یعنی وارد ویرگو که وارد این اتاق میشه این اتاق رو کلا نمیبینه، فقط اون گوشه کرنه ها دیتیل رو میبینه. گو آره look at my bumper. بامپرش افتاده بود زمین تفلکی. ماشین من یکم خراش برداشته بود ولی ماشین اون وضعش زیاد جالب نبود. منم بهش گفتم که یه دفعه کلیک کردم گفتم you know what it's my fault. جز خانمی گو what happened. گفتم it's my fault. I backed up. I'm sorry. Here is my insurance. Here is my driver's license. وقتی که یه سکورپیو let go میکنه چی میشه؟ ما چرا باید این ساینای استرولوژی، کبال استرولوژی یاد بگیریم؟ من تو زندگیم یاد گرفتم not to be a warrior because I have been always a warrior. یاد گرفتم که کنترل زندگی رو به دست بگیرم، کنترل خودم.
و کسی دیگر رو کنترل نکنم. من اون روز دیگه سیچویشن رو کنترل نکردم، کنترل رو دادم دست کی؟ دست انجلا. وقتی که من کنترل رو دادم دست اونا، دو تا سیتن از روشونه من رفتن و من خودم کنترل نکردم، اونا منو کنترل کردن. اون خانم اومد تمام اینفورمیشن رو بهش دادم. She has not been called me for the past 3 months. Why? Because I let go. Because I was not in control. Because I told her it's my fault. همینجوری توی زندگیمونم، ماهایی که خیلی آدمای چیز هستن به نظر من more difficult. حتی don't judge anybody. وقتی از اینجا میریم بیرون، همه ما کوالیتی های خوب داریم، کوالیتی های ایزی داریم، خوبی های خودمونو داریم. هر ماهی به یه دلیلی اومده. ماهایی که خیلی بایستی که ایگوشون رو کنترل کنند، یکی ایریز هستش، ماه اسکورپیو هستش، اکواریس هستش، لیو هستش و ورگو. این ماها هستن که خیلی ایگوی بالا دارن. ماهای دیگه مثل تارس، ایگوش جور دیگه ایه. ایگوه داره که نمیخواد که هیچ چیز رو قبول بکنه. یعنی وقتی که یه عقیده‌ای داره، اون عقیده رو عوض نمی‌کنه. درسته که ایگو نداره، ولی عقیدتون هم که عوض نکنید، اونم یه پرابلم. مثلا به عنوان مثال ماه لیو، من یاد گرفتم یه لیو رو که می‌بینم بهش تعظیم می‌کنم، میگم یارد کینگ. هیچ وقت به لیو نمیگم مثلا شما اشتباه میکنید، چون میدونم لیو دوست داره که بالا ببریش، لیو دوست داره که همیشه باهاش آرگیو نکنی. لیوها خیلی نور دارن، فایر اند فایر هستن. اگر عصبانی، اگر که یه لیو مثلا ناراحت بشه، ماه شیر دام بشه، we cannot bring him back. خودش آروم میکنه، خودش خوشو. تمام پرزیدنت های دنیا اگر که بخواین بیشتر پرزیدنت ها ریسرچ کنیم، میبینیم ماه لیو دارن. به خاطر اینکه ماه لیو یه ماهیه که میتونه وقتی که در خطر باشه، وقتی که پوزیشن یه پادشاه در خطر باشه، چیکار میکنه اون پادشاه؟ فوری تکنیکش رو عوض میکنه. چرا؟ که توی کینگدامش باقی بمونه. و لیو یک ماهیه که میتونه این کار رو انجام بده. و در مورد حالا اکسترنال انرژی هایی که ما صحبت کردیم، پس حالا کوالیتی هایی که این ماها رو دارن، مثلا ما از هفته دیگه من در مورد اریز میخوام صحبت بکنم که خیلی ماه نیسان هستش. این ماه برگزیده خدا هستن. کسایی که تو این ماه هستن واقعا اینقدر اینا لایت و انرژی از سورس میگیرن که فقط باید اینا بتونن اون ایگوشون رو کنترل کنن که این لایت هایی که میاد بهشون مقداری که لازم دارن بگیرن، اونایی که لازم ندارن شیر بکنن. دهنی میخوام شیرین ویت آدر پیپل و ایگوشون هم کنترل کنن. خب حالا دیگه راجب پلانت ها حالا بخوام صحبت کنم. پلانت ایریز is a fire sign and و روابط بین پلانتا و انابکوخ رو نمیدونم، شما حتما با انابکوخ همه آشنایی دارین که هفت و دو تا اسم خدا هستش. چلو دو تا ببخشید. و هر خطی نماینده، ما هفت تا خط داریم تو انابکوخ، هفت تا پلانت داریم ما. پنج تا پلانت رپرزنت میکنن، یعنی پنج تا خط انابکوخ رپرزنت میکنه 10 تا پلانت. و دو تا پلانت داریم که فقط دو تا خط انابکوخ رو رپرزنت میکنه. چرا؟ پلانت مون و پلانت خورشید. پلانت مون
فقط ماهای کنسر رو رپرزنت میکنه و پلانت خورشید فقط ماه لیو رو رپرزنت میکنه. ماه ایریز پلانتش هستش مارس. مارس رپرزنت میکنه ایریز و سکورپیو رو که دوتا پلانت هستن که اینا پلانت ماه ابریشون هستش خشبان و ماهای جنگ شناخته شدن و آره خیلی کنترولینگ هستن ماهای ایریز و سکورپیو به خاطر اینکه پلانتشون مارس هستش. ارگنای هستش که برای مثلا ماه ایریز من پرابلم جای فیزیکال پرابلمایی که ماه ایریز میتونه پیدا کنه هدک هستش با من مثال سردرد میتونه پیدا کنه. تیکون هایی که مثلا ماه ایریز داره از تیکون وردشون فریدام هستش. و سپیریچوال گلاش رو توضیح میدیم. مثلا ماه تورس خط انابکوهی که داره خط پنجم هستش که تورس پلانتش وینس هستش. وینس خط پنجم هستش. برای لیبرا هم خط پنجم انابکوه ما داریم چون وینس رپرزنتش میکنه. بعد ماهایی که مثلا ماه جمینای خط انابکوهش هستش خط ششم. چرا؟ چون مرکوری رپرزنتش میکنه. مرکوری دو تا پلانت رو رپرزنت میکنه، جمینای و ورگو که اینا اکستریملی سمارت هستن، اکستریملی باهوش هستن. هیبرو ورد این ماها هستش رش و زاین، مثلا به عنوان مثال برای جمینای. تیکونشون هست کانفیوژنشونه. ماهای جمینای کانفیوژن داره همیشه. به عنوان مثال ماه کانسر کورکشن یا تیکونش هستش فیر، وحشت داره همیشه از زندگی. خط انابکوخ برای ماه کانسر به عنوان مثال خط هفتم هستش. چرا؟ چون فقط پلنت ماهه که اینو رپرزنت میکنه. بعد برای ماه ورگو خط انابکوه کدوم بود؟ خط چندم بود؟ ماه ورگو که مرکوری رپرزنتش میکنه، خط ششم. ششم خط ششم رپرزنتش میکنه. پرابلمایی که ماه ورگو میتونه پیدا کنه دایجستیف سیستم و باول موومنتشون هستش. پرابلمایی که مثلا ماه لیو میتونه پیدا کنه هارت پرابلم and spine problem، یعنی همیشه ماه لیو باید قلبشو چک بکنه. پایسیزا the last astrology planet هستن، سیاره هستن که waters از فامیلی water هستن و هیبرومانت پایسیز به عنوان مثال ادار هستش. خط انابکوخ پایسیزا second line هستش. پایسیز کنترل میشه با ماه سدر. پایسیز و اکواریس خط انابکوهشون دو خط دوم هستش. چرا؟ چون ماه سدر اینا رو رپرزنت میکنه. و پرابلمی که ماه پایسیز معمولا میگیره پادرد و سپاینال کوردشون هستش. خب I think امشب یه اینتروداکشنری از کبالا استرالوجی بود.